از شیکاگو اگر به کابل برگردیم، یکی از خبرهای داغی است که وزیر ارشاد حج و اوقاف از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می شود. مجلس نمایندگان امروز این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که شماری از اعضای این مجلس گفتند که وزیر ارشاد حج و اوقاف از صلاحیت کاریش بر دادن امر برای اشخاص غیر مستحق به زائران حج بیت الله شریف سوء استفاده کرده است. شماری از اعضای کمیسیون امور دینی مجلس نمایندگان می گویند یوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف برای شماری از اراکین بلندپایه حکومتی و شخصیت‌های ملی امرهای دستجمعی صادر کرده است. مسافر خوخندی گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه فیصله کرد که یوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف را به دلیل سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ایش در اعزام زائران نامستحق به حج بیت الله شریف وی را استعزاز کند. با گفته شماره از اعضای مجلس نمایندگان، آقای نیازی برای بیش از 700 نفر اشخاص متنفذ و شماره از اراکین دولتی امر داده است تا به زیارت بیت الله شریف بروند. هر خبری چی کی هر بکن نیازی صاحب سپلری زموک به اسناد و خبری نکرو به سوا دو نفر وزیر صاحب احکام ور بری و انفرادی روان شمال بر و سوا و سل سل نفر چه و سوا و شو نفر تشکیل بی اسناد موجود دی زکاوری سو تارولست باری جنار وزیر صاحب تشریف راولی تاست در دون اسناد بلاس کرد. در علاوه از این اشخاصی که حکم فوق‌العاده برشان داده شده 200 نفر هم به شورای ولایتی قندار داده شده و 200 نفر هم به شورای ولایتی پروان. اما شماره دیگر از نمایندگان مردم در مجلس میگویند که در ارائه اسناد مبنی بر سوء استفاده از صلاحیت وظیفه وزیر حج و اوقاف شک دارند و باید در این مورد تحقیقات بیشتر صورت گیرد. دغدغه معلومات له نظر کوم رپورت سی پیش کړیدا دا معقولیت ډیر کم ده. د دې وزیر د مخکې نور وزیران هم موږ استهزاء کړی دي. که هغه وزیران استهزاء ترازي دا وزیر مجبور او مکلف ته استهزاء ترازي. خواستیم در این مورد نظر وزارت حج و اوقاف را نیز داشته باشیم، اما با تلاش زیاد موفق به گرفتن آن نشدیم. همچنان در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان، تعدیلات قوانین محابس و مرکز اصلاح و تربیت کودکان با اتفاق آرا به تصویب رسید. دو مطلب اقتصادی از افغانستان. انرژی برق به ولسوالی های سالنگ و جبلسراج تمدید شد و امروز صدها منزل در این ولسوالی ها با نور برق روشن شدند. مقام های محلی در پروان میگویند این پروژه تولید برق آبی بوده و با هزینه 40,000 دلار آمریکایی از کمک مالی سازمان ملل متحد تطبیق شده است. کار این پروژه 5 ماه پیش آغاز گردیده بود و امروز تکمیل شد. شماری از کشاورزان در ولایت تخار شکایت دارند که شرکت‌ها تخم‌های اصلاح شده بی‌کیفیت را به آنان توزیع کردند. آنان ادعا دارند که از بابت توزیع این گونه تخم‌های بذری 50% ضرر کردند، اما اداره زراعت و مالداری تخار تعداد شرکت‌های تولیدی تخم‌های اصلاح شده را مفید خوانده و تأکید دارد که در زمینه جمع‌آوری حاصلات تخم‌های اصلاح شده هم شرکت‌ها و هم کشاورزان سهل‌انگاری می‌کنند. در این زمان مالکان شرکت‌ها توزیع تخم‌ها از یک ولایت را به ولایت دیگر عامل اصلی کاهش حاصلات می‌دانند. و در اینجا می‌رسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.